1299 و زمان پادشاهی احمدشاه قاجار بود که نیروهای قزاق به فرماندهی وزیر جنگ که رضاخان پهلوی نام داشت به تهران آمدند. ایران 2 سال قحطی و فقر و گرسنگی را پشت سر گذاشته بود. نیمی از مردم کشور تلف شده بودند. از 20 میلیون ایرانی 9.5 میلیون نفر از وبا و طاعون و حصبه مرده بودند و کسی نبود حتی جنازه های آنها را جمع کند. وقتی رضاخان با سپاه خود از دروازه قزوین وارد تهران شد، هوا سرد بود. دست و پای سربازان قشون یخ زده بود. رضاخان با صحنه عجیبی روبرو شد. از مباشرش به نام نایب حسین جویا شد. چرا این مردم کنار جوی آب اینگونه ناآرامند؟ نایب حسین گفت این مردم بیمارند، جمعی مبتلا به سوزاک و سفلیس، جمعی گرفتار سالک و شپش هستند. بقیه هم به دلیل آنکه انگلیسی ها سوخته تریاک را گرانتر از تریاک می خرند، نشعه کنار جوی آب هستند. رضاخان از دروازه قزوین به باغ شاه رفت که خارج از تهران بود و سپاه را آنجا برد که قصر متروکه مظفرالدین شاه بود که بعدها پادگان باغ شاه شد. این باغ متروکه نگهبانی داشت به نام میرزا حسن خان. به رضاخان گفت چرا به باغ شاه آمدی؟ به کاخ گلستان نرفتی؟ رضاخان گفت قصدم کشورگشایی نیست، برای سر و سامان دادن به این خراب شده آمده ام. اما نمیدانم چه کنم، کدام را درست کنم، یاغی ها را دستگیر کنم، 7 کرور پول بدهی محمد علی شاه و احمد شاه را که از بانک استقراضی روس و انگلیس گرفته اند پرداخت کنم، یا این مردم را شفا دهم. میرزا حسن خان گفت به وضعیت خودت سر و سامان بده، وگرنه پای برهنه خواهی رفت. بیست سال گذشت. رضا شاه یاغی ها را سرکوب کرد. بدهی بانک ها را داد. شهرها را امن کرد. شفاخانه درست کرد. بیمارستان نجمیه و امیر اعلم و طرفه و سینا و فارابی و لقمان ادهم و 500 تخت خوابی ساخت. پروفسور یحیی عدل از فرانسه به ایران آمد و در دانشگاه طب شاگرد تعلیم داد، پزشک تربیت کرد. رضا شاه جاده ساخت، راه آهن ایجاد کرد، بندرگاه ساخت. شهربانی و کلانتری و آگاهی و پزشکی قانونی احداث کرد. تونل زد. پل ساخت. دادگستری و وزارت دارایی درست کرد. بیست سال گذشت و سرانجام رضا شاه با اولتیماتوم بریتانیا مجبور به ترک ایران و واگذاری سلطنت به ولیعهدش شد و تنها با مشتی خاک وطن را ترک کرد. وقتی می‌خواست در بندرعباس سوار کشتی مهاراجه شود، پیرمردی او را صدا زد و به او گفت خواستم ببینم بعد از این همه خدمت با پای برهنه می‌روی یا کفش به پا داری؟ اشک رضا شاه را مردم برای اولین بار دیدند. آن پیرمرد میرزا حسن خان همان نگهبان باغ شاه.